تو گذری کن شبی به روزه ما، شب آخره چش با این گدا قدم با تو، دست با من به سر زدن، با من زدن خیمه و علم، ای آبام روز خواندن برای تو با من، روز خواندن برای تو با من، گریه های دم آدم با تو، نه همش گریه های محرم. امام رضا نخواد نمیتونی بگی حسین، روز خواندی شبیه امام غریب، روز خواندی آخر روز به چه دردی تو انقدر آقا مظلومی، انقدر تو آقایی که من بی آبرو شدم روز خون تو، خدا مدح تو رو میکنه یا امام رضا، فاطمه مدح تو رو میگه یا امام رضا، همه چی دست امام رضاست، امشب شب برات ها. پریشب گفتم سر دلم و فاش کردم، حالا که همه فهمیدن تبل رسواییم بذار بپیچه، رسوایی عشق خوبه. گفتم چی؟ گفتم اگه کسی هم حاجت داره فقط به امام رضا بگه. پس به امیرالمومنین چی عرض کنیم؟ به حضرت ابوالفضل چی عرض کنیم؟ ما کاظمین میریم چی بگیم؟ ما سامرا مشرف میشیم چی بگیم؟ همه حاجات به امام رضا بکنید این کار و نتیجه میگیرید. به بقیه ذوات مقدس چی میگیم؟ میگم شما هر موقع رفتی نجف، کربلا، حرم آقا، قمر بنی هاشم، هر جا رفتی بگو آقا جان من حاجتی داشتم. من حاجتی داشتم به امام رضا عرض کردم، شما سفارش کن نوبت منو جلو بندازم. این دو قبضه میشه. امیرالمومنین میفرماید رضا جان فلانی اومد در خونه من، گفت به امام رضا بگو کار منو را بندازه. بازم بگم سلطان علی ابن موسر رضاست، اگه بشه بشینیم ساعتها با اسم امام رضا صفا کنیم. ابراهیم علیه السلام قرآن می فرماید نه یهودی بود نه نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، مسلم بود، شیعه فاطمه بود، تنها پیغمبری که مستقیم بهش میگیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام میخواست برای اطمینان قلبش مرد زنده شدن مرده‌ها رو ببینه، چهار تا پرنده کشت، له کرد، چهار تا کوه گذاشت، خدا فرمود صداشون کوه، صداش کرد کبوتر مثلا بیا، از همه کوه‌ها پر اومد، خون اومد، گوشت اومد، استخون اومد، نوک اومد، جمع شد، شد پرنده، صدا زد سار بیا مثلا بلبل بیا،
چهار تا پرنده جمع شد. این مرده زنده کردن اینطوره، بالاخره موجود زنده بوده. عیسی لا نبینا و علیه و علیه السلام مرده رو صدا زد، قم به اذن الله، بلند شد، قم زد سوال کنه، مرده زنده شد. اینا چی کار کردن؟ روح رفته از بدن رو به بدن برگردوندن. اما امام رضا با من باش، امام رضا شیر نقاشی شده رو زنده کرد، یعنی روح آفرید به این نقاشی شیر دمید. یا سلطان یه روح الهی به من بدن، حالا روزه بخونم. روزه خواندی شبی امام قریب، جد ما تشنه بود یبن شبیب، جد ما را سوارها کشدن. چند جمله روزه میخونم، بین گودان بارها کشدن، جد ما یک نفر ولی او را لشگری از هزارها کشدن. اعتبار تمام عالم را جمع بی اعتبارها کشدن. چکمه را روی عشق میکوبم، شب آخر دهنم باز شده به روزه خوندم، جد ما را شرارها کشدن. خواهرش از پسند، خواهرش را پس از بریدن سر، خنده نیزه دارها حسین. ناله نمیزنی شب آخری؟ آره، باید یه جوری ناله بزنی صدات بگیره. یه خط عرض کنم دیگه، دعات کنم. وای از داغ عصر روز دهم، وای از ضربه دوازدهم شب آخر. از مولم جانش روزه بخونی، او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل، من سوی قاتل. های های نشست و های 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 من می نشستم، او روی سینه، من در مقابل. آخ او می کشید و من می کشیدم، خنجر از کی، من آه از دل. یا صاحب الزمان، او می برید و آه.
امروز یه بدن تشییع شد به جای گل هفتاد چوبه تیر به چوبه تابوت و بدن دوخته شد. فردا هم یه بدن تشییع میشه، تابوت زیر تلی از گلها پنهان میشه. یه بدن سراغ دارم خواهر اومد بالا سرم، بدن یا به سر شناخته میشه یا به لباس یا به علامتی توی در. هرچی نگاه کردید لباس نداره، سر نداره، بدن پاره پاره، دیگه از خودش سوال کرد انت اخی و ابن امی، آیا تو برادر منی، آیا تو پسر مادرمی، فقط سر نرفته، بدن مبارسی کرد، همه چی سر جاشه الا سر مبارک. اما داشت دستشو میبوزید گفت با اعداداش جا چرا انگشت و انگشت در نداری. های های شغل محرمیه با پیرم مشکی که شب اول محرم کردی تنت فرده با در میاری. ای حسین خدا یا خدا میخوای گریه کنی. خود امام رضا فرمودند ان کنت باکیان لکل شیء، برای هر چی میخوای گریه کنی، فبکی علی الحسین او فبکی علی الحسین، بر جد غریب ما گریه کن. بعضی حرفا را بزنن، بعضی ها که روز زیاد نشنیدن تو شهرهای خودشون، بعضی ها ممکنه ایراد بگیرن این حرفا چیه میزنی، من عین روایت رو دارم میخونم، بعدا نگین چرا از این الفاظ استفاده کردی. فرمود یبن شبیب هر موقع خواستی گریه کنی برای جد غریب ما گریه کن، چرا که او را مثل قربانی سر بریدن. شباهتاش چیه؟ قربانی رو سر می برن، جد ما هم سر بریدن، قربانی رو قطعه قطعه می کنن، همین کار رو با جد ما کردن. اما تفاوتا زیاده، به ذبح آب می دن، به جد ما ندادن. قربانی را اول سر می برن بعد پاره پاره می کنن، بدن جد ما رو اول پاره پاره کردن. قربانی رو گفتن جلوی بچه، جلوی بره، جلوی ایوونای دیگه سر نباری، اما بچه هایش داشتن می دیدن دست و پا می زن. آی دیگه احکام میگن قربانی وقتی میکنی با چاقوی تیز ذبح کن، قربانی زیاد زج نکشه. اما زینب داشت میدید نیزه دار با نیزه، شمشیر دار با شمشیر، کمان دار با تیر، های های یه دم دارن با سنگ میزنه. صدا زد وا حسین، ها حسین.
من میخوام حرف نزنم دیگه، ببینم شاعر آل الله نشستی حسن آقای لطفی به من یه شعر داده، میگه حالا کار به اینجا رسید، حالا چند خطیشو بخون. اگه خواستی ایراد بگیری همه ایراداتون واجبه، بعد برین اول روزهای منو کنار زیارت ناحیه بذارین، اگه دیدین تندتر بود بیاید هر کاری دلتون خواست به من بزنید، تا که او بیشتر نفس میزد بیشتر میزدن زینب را. تا با گریه جواب ندی به جان مولا نمیگم بقیهشو. تجسم کن، تجسم کن، تا که او بیشتر نفس میزد بیشتر میزدن زینب را. تیغشان مانده بود در گودال، پس چی؟ با سپر می زدن. ما یک نفر بود بین قربانگاه، صد نفر می زدن. بقیه شد ترس داره چادرش زیر پای او پیچی، عاطفی براتون یه روزه بخونم. بعد از روزه هم عاطفه بیچاره میکنه هم حماسه. دستای همه رو بستم، من دارم استحسان و استحصال روزه میکنم، مگه نیومدن قبرستان بقی رو خراب کردن؟ شب شب خوبیه، بریم خوب گریم.